برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزه‌له در شهر مقدس کربلا به توزیع کمک‌های بین نیازمندان ایتام این شهر مقدس اقدام ورزید. در این اقدام بشر دوستانه کمک‌های مختلفی اعم از لوازم تحریر و کیف‌های مدرسه برای دانش آموزان و نیز بسته‌های غذایی میان خانواده‌ها توزیع گردید. به مناسبت روز جهانی زن، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آستان مقدس حسینی علیه السلام مقاله‌ای درباره حضرت زینب سلام الله علیها منتشر کرد. در این مقاله به بخش‌های مهم و مختلفی از زندگی عقیله بنی هاشم سلام الله علیها پرداخته شده و به رشادت‌های این بانوی گرامی در فاجعه عاشورا و پس از آن اشاره شده است. نمایشگاه سالانه قرآن به همت مجمع علمی قرآن آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در دانشگاه فنی الفرات الاوسط در شهر نجف اشرف افتتاح شد. این نمایشگاه دیروز 17 اسفند ماه با نظارت مؤسسه قرآن وابسته به آستان عباسی در نجف اشرف افتتاح شد. سید مهند المیالی مدیر مؤسسه قرآن آستان عباسی در نجف اشرف در این باره گفت این نمایشگاه در چارچوب طرح قرآنی ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی عراق افتتاح شد و ایستگاه نخست این نمایشگاه دانشگاه الکفیل عراق بود. همزمان با روز جهانی زن، وبینار نقش زنان در ایجاد تمدن نوین جهانی روز گذشته چهارشنبه 18 اسفند ماه در اندونزی برگزار شد. در این نشست مجازی، گیوو روبیانتو، رئیس کنگره زنان اندونزی کوانی، سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و مشیته، معاون کوانی در بخش دینی، حقوقی و حقوق بشر سخنرانی کردند. رونمایی از تصویر ثبت عکس روز جهانی 8 مارس در اندونزی و طرح پرسش و پاسخ نیز از دیگر برنامه‌های وبینار نقش زنان در ایجاد تمدن نوین جهانی است. وزارت منابع آب عراق اعلام کرد بغداد رسما از آنکارا خواسته تا آب رهاسازی شده در دو رود دجله و فرات را به 900 متر مکعب در ثانیه برای مقابله با خشکسالی افزایش دهد که ترکیه به این درخواست پاسخ مثبت داده است. گفتنی است برای دومین هفته متوالی عراق با بحران خشکسالی بی سابقه دست به گریبان شده است که منجر به کاهش چشمگیر سطح آب در دو رودخانه دجله و فرات و خسارت سنگین به کشاورزان و پرورش دهندگان ماهی در استانهای مختلف شده است. در برخی شهرها نیز در نتیجه کاهش سطح آب دستگاه‌های پمپاژ آب شرب از کار افتاده است. آمار جدید در لبنان حاکی از کاهش قابل ملاحظه نرخ زاد و ولد در فاصله سالهای 2018 تا 2022 است. جواد عذرا رئیس مرکز بین‌المللی اطلاعات لبنان در توییتی نوشت میانگین ازدواج بین سالهای 2018 تا 2022 به نسبت 18% پسرفت داشته است که منجر به کاهش اندک در نرخ طلاق شده و در کل به کاهش حدود 32% در نرخ زاد و ولد انجامیده است. سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که طالبان از زمانی که به قدرت رسیدند تقریباً تنها تمرکز خود را بر وضع قوانین گذاشتند که اکثراً زنان و دختران را در خانه محبوس کرده است. طالبان در آگوست 2021 که در پی خروج نیروهای ناتو از افغانستان به قدرت رسیدند ابتدا وعده دادند که مواضع متعادل تری اتخاذ خواهند کرد، اما از آن زمان تا امروز سخت‌ترین مواضع را علیه زنان اتخاذ کردند. آنها حق تحصیل بعد از متوسطه اول، حضور در مجامع عمومی و پارک‌ها و رفتن به باشگاه‌های ورزشی را از زنان گرفتند.